قسمتی از کتاب مقدس رو خوندم و برام خیلی جالب بود و دوست دارم این قسمت رو با شما امروز در میون بذارم تا ببینیم که چرا نباید بترسیم از همچین خدایی که حاضر پسر خودش قربانی بشه و به خاطر گناهان حتی دشمنانش جونش رو بده فکر کنم قبل از اینکه شروع بکنم به بررسی به این سال یه موضوعی رو میخوام بگم فکر کنم که توی سال جدید خدا توی زندگی خیلی هایی که اینجا نشستن این تازگی جدیدی هم میخواد بیاره خیلی درها روی شما میخواد باز بشه و منتظر باشید میدونید چیزی که توی قلب ما انتظارش رو بکشیم چیزی که خدا توی قلب ما گذاشته باشه مطمئن باشید که اتفاق هم بعضی بعض وقتها یکم دیر یا زود داره ولی به قول معروف سوخت و سوز نداره چیزی که خدا بگه صد درصد اتفاق میفته می چون کلام خدا کلامیه که خلق میکنه وقتی که خدا بگه که اتفاقی میخواد بیفته وقتی که خدا بگه که بیداری میخواد بیاد وقتی که خدا بگه تازگی میخواد توی زندگی یا بیاد مطمئن باشید که میاد و از هفته پیش من دائم دارم این پیغام رو برای افرادی که امروز اینجا میان دارم میشنومش و ایمان دارم که واقعا این پیغام خداست که تازگی میخواد توی زندگی ها بیاد همونطور که سال جدید شده زندگی شما هم تازه میشه و جدید میشه چیزایی که سالیان سال شاید منتظرش بودید خدا میخواد تغییر بده خدا میخواد تازه بکنه جواب دعایی که سالیان سال دارید می‌کنید و خدا میخواد بهتون بده متا 26, 53 و 54 عیسی زمانی بوده که میخواستن دستگیرش بکنن پتروس چاقوشو میکشه گوش یه نفر رو میزنه و عیسی بهش اینجور میگه آیا گمان میکنی نمیتوانم همکنون از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده فوج فرشته به یاری هم فرستد اما در آن صورت پیشگوهای کتب مقدس چگونه تحقق خواهد یافت که میگوید این وقایع باید رخ دهد اینجا میبینیم که عیسی توی انجیل که ما میخونیم میبینیم که عیسی شب خیلی سختی داشته قبل از اینکه این که ای اتفاقات بیفته میبینیم جایی میرسه که عیسی از فشاری که روش بوده به جای عرق خون از پیشونیش میریخته انقدر زیر فشار بوده چون که میدونسته که چه چیزی در انتظارشه میدونسته که چه شکنجه هایی بعد بشه و میدونسته که روی صلیب میخکوب میشه و خواهد مرد همه اینا رو میدونست و از اونجایی که خدا جسم پوشیده بود خدا جسم انسانی پوشیده بود عیسی در جسم انسانی بود دردها رو میتونست کاملا احساس بکنه همونطور که من و شما این درد رو احساس میکنن اگه یه میخ توی دستمون فرو بکنن عیسی هم دقیقا همون درد رو میکشیده و از این در استراب شدیدی بوده و براش دعا میکرده ولی با این وجود زمانی که میتونسته از پدرش بخواد که دوازده فوج فرشتگان رو به کمکش بفرسته تا اینکه لازم نباشه از این شرایط عبور بکنه باز هم انتخاب میکنه که چی باز هم انتخاب میکنه که این راهو بپیمایه و برای ما جونش رو بده برای عیسی مهمترین چیز انجام دادن اراده خدا بوده و نشون دادن محبت خدا به ما ها یه نفر چیز خیلی قشنگی میگفت میگفت که میدونی جاهایی که عیسی مسیح مردم رو شفا میداده جاهایی که عیسی مسیح دیوها رو اخراج میکرده از مردم و اونها رو آزاد میکرده هیچ وقت منظور شفا دادن به خودی خود نبوده آزاد کردن به خودی خود نبوده قدرت نمایی نبوده بلکه در هر کاری که عیسی میکرده هدفش نشون دادن محبت پدر بوده اگر که شفا میده برای اینه که نشون بده که پدر محبت داره بهت اگر که آزاد بکنه نشون دهنده اینه که خدا میخواد آزاد باشی چون که دوستت داره دوست داره که در آزادی زندگی بکنی اگر که بهت آرامش میده چون که دوستت داره نمیخواد که در استراب باشی در استرس باشی بهت آرامش میده اگر شادی میده به خاطر اینه که دوستت داره هر کاری که خدا میکنه برای ما هر کاری که عیسی نشون داده و انجام داده همش به خاطر نشون دادن محبت خدای پدر به ما بوده و انجام دادن اراده خدا انجام دادن و نشون دادن این محبت بالاترین اولویت برای عیسی مسیح بود توی اون 33 سال اندی که روی زمین زندگی کرد اگر ما بخوایم بدونیم خب چرا چرا عیسی حاضر شد که این راه پر از درد رو بره و اینقدر درد بکشه اینقدر رنج بکشه اینقدر شکنجه بشه خوبه که ما بفهمیم که و اگه بخوایم بدونیم که چرا پدر حاضر بود که پسر یگانه خودش رو بده اگر بخوایم اینا رو بفهمیم بعد بدونیم که خدا چی میدونست که حاضر بود این کارا رو انجام بده چرا خدا میخواست که تمام این اتفاقات بیفته خدا یه چیزی میدونست در مورد ما انسان که از روزی که انسان رو آفرید با تمام خلقت دیگرش برای ما فرق گذاشت زمانی که همه چیز رو خلق می‌کرد، هر چیزی رو که خلق کرد نگاه می‌کرد و می‌گفت نیکو است. انسان رو که آفرید گفت بسیار نیکو است. از ابتدا خدا فرقی گذاشت بین خلقت انسان و تمام جهان آفرینش و هر چیز ای که توش هست و نیست. خدا از اولش یه فرقی گذاشت. چرا؟ چون که میگه ما رو شبیه به خودش آفرید. و بعد یه مقدار که جلوتر میریم و میخونیم میگه که روح خود را در بینی آدم دمید و اون نفس زنده گشت نه تنها ما شبیه به او ساخته شدیم بلکه ما حامل قسمتی از وجود خدا هستیم چون که روح خودش رو در بینی ما دمیده من باور دارم که هنوز که هنوز زمانی که خدا یک انسان رو هم میآفرینه زمانی که یک بچه میخواد به دنیا بیاد خدا روح خودش رو هنوز در اون بچه میدمه هر کدوم از ما که اینجا نشستیم روزی بوده که خدا در بینی ما روح خودش رو دمیده و ما حامل قسمتی از وجود خدا هستیم و شبیه اونم ساخته شدیم و خدا این رو از ابتدا میدونسته خدا به خوبی ما رو میشناسه خدا از ریز زندگی ما با خبره توی مزامیر 139 از آیه 1 تا 18 رو اگر بخونید میبینید که خدا چقدر به ما نزدیکه خداوند میگه تو را تو مرا آزموده و شناخته ای تو از نشستن و برخواستنم آگاهی تو اندیشه هایم را از دور میدانی تو راه رفتن و آرمیدنم را سنجیده ای با همه راه هایم آشنایی حتی پیش از آن که سخن بر زبانم آید تو ای خداوند به تمامی از آن آگاهی از پیش و از پس احاطه هم کرده ای و دست خیش را بر من نهاده ای چنین دانشی برایم بس شگفت انگیز است و چنان والا که بدان نتوانم رسید یعنی قبلا که من اینو میخوندم میگفتم او پس همه چیز ما از پیش برنامه ریزی شده پس خدا همه جا هست همه کار ما رو میدونه فکر من از پیش میدونه از پس و پیش هم منو احاطه کرده همه چیز ما پس دست خداست پس ما برای چی زنده ایم در صورتی که اگر که از دید خدا بخوایم به این آیه ها نگاه بکنیم از دید نویسنده این آیه ها بخوایم بخونیم این نشون دهنده اینه که خدا هرگز ما رو تنها نمیذاره انقدر ما براش ارزش داریم انقدر براش مهم هستیم که یک لحظه هم حاضر نیست از ما دور بشه کیا اینجا عاشق شدن دستا بالا بعضی از زن و کنار هم نشستن و دستاشون بالا نشستن. من حد میزم زن و شویر. ولی فکر میکنم خجالت میکشید دستتون رو بالا کنیم. اکثریت ما فکر میکنم حالا عشق رو به یک معنایی چشیدیم. مرسی. عشق رو به یک معنایی چشیدیم ما. حالا عشق به همسر نباشه میتونه به پدر یا مادر باشه یا به یه شخص دیگه ای باشه. ولی زمانی که من یادم میاد که عاشق زنم شدم دوست داشتم همش پیشش باشم پیش هم هم نبودیم من هلند بودم اون ایران بود و هر لحظه ای که با هم دیگه نبودیم دلم درد می اومد خیلی ناراحت بودم از دوریش ولی زمانی که پیشش بودم دلم نمیخواست یه لحظه هم ازش جدا بشم تا قبل از ازدواجمون خب بعد دیگه شبها جدا می شدیم ولی تو شبم که می خوابیدم از فکرش آزاد بشه از فکرش رها بشم. همیشه توی فکرش باشم و حالا دیگه یادم نمیاد خوابشم میدیدم یا نمیدیدم ولی تمام لحظهایی که حواسم بود دوست داشتم که باهاش باشم باهاش وقت بگذرونم الان دو هفته تعطیلات کریسمس داشتیم امروز دیگه من نزدیک بود به نقطه‌ای برسم که بگم من امروز نمیرم فرهاد خودش موعظه بکنه چون که دلم نمیومد تنهاش بذارم و رهاش بکنم دو هفته همش کنار هم بودیم زمان خیلی خوبی داشتیم و واقعا از کنار هم بودن لذت می‌بردم خوشحالم که تصمیم گرفتم که بیام چون شما رو میتونم ببینم ولی خودم اینطوریه انقدر عاشق ماه انقدر ما رو دوست داره که یک لحظه هم نمیخواد ما رو رها کنه انقدر دوستمون داره که تک تک فکرای همین فکری که الان از ذهنتون گذشت همون برای خدا مهمه صبح که بیدار میشی میگی خدای من حوصله ندارم از تخت بیام بیرون همون فکر برای خدا مهمه شب که میخوای بخوابی هر فکری که میکنی همون برای خدا مهمه چه فکر خوب باشه چه فکر بد باشه هر کاری که میکنی برای خدا مهمه بعد میگه از روح تو کجا بروم از حضور تو کجا بگریزم اگر با آسمان فرار روم تو آنجایی اگر در حاویه بستر سر بگسترم تو آنجا نیست هستی اگر بر بالهای سحر پرواز کنم و در دور دسترین کرانهای دریا قرار گزینم حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود و دست راستت مرا خواهد گرفت اگر گویم بیگمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد و نور گرداگردم به شب بدل خواهد شد اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست بلکه شب همچون روز روشن است چرا که تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است قبلا دوباره من اینا رو که میخوندم گفتم اوه پس خدا یه لحظه هم ما رو ترک نمیکنه حواست به خودت باشه که اگه یه گناهی کردی خدا میبینه و سر وقت حساب تو میرسه ولی باز اگر که اینو نگاه بکنیم باز به این میرسیم که از روی خشم خدا نیست از روی ببخشید فضولی خدا نیست که همیشه دور و بر ما, ما رو ما یک لحظه ترک نمیکنه به خاطر عشق عمیقیه که به تک تک ما داره عشق پدرانه که خدا به ما داره عشقی که ما تو این دنیا نمیتونیم بچشیمش ولی زمانی که به عیسی مسیح ایمان بیاریم از طریق عیسی مسیح ما میتونیم این عشق پدرانه خدا محبت پدرانه خدا رو میتونیم با تار و پودمون بچشیم میتونیم تجربهش کنیم میتونیم باش زندگی بکنیم و این یه وعده علکی نیست یه وعده حقیقیه یه چیزیه که خدا خودش گفته که من محبت خودم رو به شما میشناسانم و آیای 13 تا 18 هم بعد خونه خودتون میتونید بخونید. ولی این آیها کمال محبت خدا رو به ما نشون میدن. علاقه و اهمیتی که خدا به ما داره رو دارن به ما نشون میدن. که چه محبت عمیقی به ما داره. خدا به خاطر شناختی که ما از ما داره و علا رقم شناختی که از ما داره حاضر بود جون خودش رو روی صلیب بده. حاضر بود پسر یگانش رو رها بکنه تا روی زمین بیاد حاضر بود جایگاهش رو در آسمان ترک کنه و بیاد در بدنهای ما زندگی کنه خدای پدر پسرش رو داد خدای پسر جونش رو داد و خداوند روح القدس جا و مکان خودش در آسمان رو داد تا در انسانهایی مثل ما انسان‌های کاملا عادی و بسیار پرارزش بیاد و زندگی بکنه هر کدوم قربانی دادن تا اینکه چه اتفاقی بیفته تا اینکه ما هم بتونیم این خدا رو بشناسیم. عیسی مسیح روی زمین اومد، جانش رو داد، ولی چیزی که خیلی وقتا ما بهش کمتر توجه می اون سالهای قبلش بود که اومد و نمونه ای برای ما به جا گذاشت تا اینکه توی هر شرایطی ما بدونیم که چطور زندگی کنیم. زندگی عیسی مسیح یک نمونه زندگی برای ماست. ما همیشه یکی از چیزهایی که مسیحا دوست دارن و میگن اینه که من دوست دارم شبیه عیسی مسیح بشم آمین بیداریم هنوز <applause> به موقع گفتم <applause> <applause> و با نگاه کردن به عیسی مسیح با بررسی زندگیش ما میتونیم بفهمیم که شبیه عیسی شدن یعنی چی شبیه عیسی زندگی کردن یعنی چی بنابراین کاری که عیسی روی زمین انجام داد دادن یه نمونه بود تا ذات خدا رو بهتر بشناسیم روح القدس میگه درون ما میاد و میگه اعماق وجود خدا رو هم حتی برای ما میکاود برای ما باز میکنه و ما نشون میده کتاب مقدس میگه که روح القدس میاد تا حقیقت را به ما بشناسونه و ما رو با حقیقت آشنا بکنه حقیقت خداست من راه و راستی و حیات هستم آمین حقیقت خداست و از روح القدس پس اومده تا اون خدا رو به ما بشناسونه و خدای پدر هم همه این چیزها رو کنار همدیگه قرار داد تا اینکه ما بتونیم با او رابطه مستقیم داشته باشیم تا اینکه ما هم بتونیم او رو بشناسیم و نقش پدر هم این وسط اینه که او هم حاضره با وجود اینکه ما با او دشمنی داشتیم حاضره که بیاد به ما نزدیک بشه و خودش رو به ما بشناسونه حاضر بیاد و قلبش رو به ما نشون بده اگر هم 20 بار صد بار هزار بار هم ما نفهمیدیم باز هم حاضر بیاد سعیش رو بکنه تا خودش رو به ما بشناسونه یه مقدار میخوام به این موضوع فکر بکنیم که چه اهمیتی داری چه اهمیتی داری که خدا خدای تسلیس همه با همدیگه دست به دست هم دادن اومدن یه کاری بکنن تا اینکه وجود خودشون رو به شما بشناسونن تا اینکه بیان و با شما یک رابطه مستقیم داشته باشن برای شخص تو نه برای بغل دسید. نه برای این نه برای اون برای شخص شما اومده و همه این کارها رو داره میکنه خدای ما یک خدای خصوصیه به شخص تو میخواد ارتباط داشته باشه با شخص تو میخواد رابطه داشته باشه چون که تو یک نفر براش مهمی تمام این کارها رو کرد تا یه حقیقتی رو خدا به ما بگه که به ما بگه فکرهایی رو که برای شما دارم میدانم که فکرهای سعادتمندیه و نه تیر بختی تا به شما امید ببخشم و آینده عطا کنم این رو میخواد خدا به ما نشون بده خدایی که ما قبلا میشناختیم یا خدایی که شاید یه چیزایی در موردش میموندیم یک خدای عصبانی بود که ازش به هم میترسیدیم یه خدایی که اگه اشتباهی میکردی سوسکت میکرد و میسوزونده تو این کارت میکرد و اون کارت میکرد ولی خدای واحد حقیقی که کتاب مقدس داره به ما میشناسونه یک خدایی که میگه فکرهای من برای شما فکرهای سعادتمندیه یک خدایی که متفاوته یک خدایی که با تمام دلش فرزندانش که اینجا روی زمین هستن رو دوست داره یک پدری که تک تک ما رو دوست داره تا به حدی که حاضره که بیاد روی زمین جونش رو بده برای ما بمیره و اون چه مرگی مرگ روی صلیب با تمام شکنجهای قبلش که چه اتفاقی بیفته که ما این حقیقت رو بفهمیم که ما این حقیقت رو وقتی که میشنویمش باورش کنیم که فکرهای من برای شما فکرهای سعادتمندیه و نه تیر بختی چون که خدا میخواد ما امید داشته باشیم و آینده ای داشته باشیم شرایط الان شما اصلا مهم نیست مهم اینه که خدا میخواد به شما آینده ای ببخشه و میدونی من اینجا نمیدونم کسی بالای هشتاد سال داریم یا نه ولی حتی اگه هشتاد سالتون بود هم دیر نشده بود چون که موسا تازه اون موقع شروع کرد به خدمتش به خدا و هشتاد سالگی در برابر ابدیت هیچه چون که ما زندگی ابدی داریم یک هشتاد سال اگه در بین ما باشه جوون جوونه تو دوران کودکیش در آسمان به سر میبره بنابراین نه سن و سال مهمه نه اینکه چقدر من ایمان چند سال به مسیح ایمان دارم آیا اصلا به مسیح ایمان دارم یا ندارم هیچ کدوم از اینا مهم نیست مهم اینه که خداوند دوستت داره مهم اینه که خدا فکرهایی که برات داره فکرهای سعادتمندیه و از این طریق ما میتونیم با این خدا آشنا بشیم کی دوست داره توی زندگیش فقط و فقط اراده خدا رو انجام بده میتونه چند تا دست ببینم تشویق بشم خب تقریبا فکر میکنم همه دستشون رو بلند کردن یه نفر خیلی دستش رو بالا نگه داشت شکر برای وجودتون میدونید چطور ما میتونیم تبدیل به عیسی مسیح بشیم تبدیل یعنی نه که تبدیل به عیسی مسیح بشیم ولی شبیه به عیسی مسیح بشیم تا حدی که بگیم که من چیکار باید بکنم نباید فرار کنم نباید فوج های آسمانی رو بخونم بلکه من بعد از این راه عبور بکنم چرا چون که اراده خدا اراده خدا بعد تحقق بیابه عیسی مسیح به خوبی از جایگاه خودش و از هویت خودش آگاه بود لازمه این که ما بتونیم تمام زندگیمون اراده تام خداوند رو انجام بدیم چنین شناختیه که عیسی مسیح از پدرش داشت و شناختی که بر, با بر نتیجه شناختی که از پدر داشت از خودش پیدا کرد از هویتش پیدا کرد عیسی مسیح چون که جسم پوشیده بود خیلی چیزها رو بعد دوباره از اول میدید با خدا ارتباط برقرار میکرد تا اینکه بدونه که چی به چیه عیسی مسیح میگه که من فقط نگاه میکنم به پدر ببینم اون چی کار میکنه و من اون کار رو انجام میدم هیچ کار دیگه ای غیر از اون انجام نمیدم زمانی ما میتونیم به یک نفر اینطور کورکورانه اعتماد بکنیم که هر چی که تو نشونم بدی من انجامش میدم که کاملا بشناسیش کاملا بشناسی بدونی که این پدر به من هیچ وقت چیز اشتباهی نشون نمیده این پدر هیچ وقت اراده جز اراده نیکو و هیچ فکری جز فکر سعادتمندی برای من نداره اون موقع است که ما میتونیم کورکوران اعتماد بکنیم و اون چیزی که برای ما داره رو بریم و انجام بدیم عیسی مسیح از این به طور کامل آگاه بود چون که دائما با پدر در ارتباط بود دائما با او وقت داشت دائما با او زمان تنها داشت و میتونست که دوباره اراده نیکو کامل خدا رو ببینه عیسی هویت خودش رو میدونست ما خیلی مهمه که هویت خودمون به عنوان فرزندان خدا رو بشناسیم عیسی میگه که من میتونم از پدر بخوام که دوازده فوج فرشتگان بفرسته اینجا هویت میگه پدر وقتی که ما بگیم پدر یعنی که خودمون پسر یا دخترش هستیم آمین عیسی مسیح میدونست که پسر خداست و کی میدونه که اینجا شمایی که نشستی پسر یا دختر خدا هستی یکم ساکتتر شد کی میدونه که الان اینجا که نشستی شما پسر یا دختر خدا هستی اگه هستی یه سر و صدای بلند بکنیم به خاطر هویتی که داریم به خاطر جایگاهی که در خدا داریم شما فرزند انتخاب شده خدا هستید بی دلیل اینجا ننشستید بی دلیل نجات پیدا نکردید خدا برای شما نقشه ای داره خدا برای شما آینده ای داره خدا برای شما یک چیز عالی و کاملی داره مهم نیست که امروز اینجا به عنوان یک مسیحی نشستی یا یک غیر مسیحی مهم نیست که روزی به مسیح ایمان بیاری یا نیاری چه بیاری چه نیاری خدا برات نقشه داره ولی ما حق انتخاب داریم که در این نقشه بخوایم قدم برداریم یا نه ولی بدون مهم نیست که کی هستی کجا هستی شرایطت چیه خدا برای شما یک نقشه عالی آماده کرده که فقط و فقط مخصوص توه من نمیتونم نقشه, نقشه که خدا برای شما انجام داد در نظر داره رو انجام بدم چون که اون مال شماست و هیچ کس هم نمیتونه نقشه ای که خدا برای من داره رو انجام بده چون که اون نقشه فقط برای منه بنابراین سعی نکنیم یکی دیگه باشیم سعی کن خودت باشی چون که خدا شما رو دوست داره چون که برای خدا با ارزشی میدونید توی خونه ای که یک خدمتگزار باشه و یک فرزند خدمتگزار و فرزند هر دو صاحب خونه پدر خونه رو میشناسن هر دو میدونن که چقدر دارایی داره میدونن که تواناییاش چیه میدونن که خصوصیاتش چیه فرقشون با همدیگه چیه فرقشون با همدیگه اینه که خدمت گذاره میدونه که اوکی صاحب خونه پدر این خونه شاید این همه دارایی و توانایی داشته باشه ولی چیزی که به من میرسه چیه اون چیزی که در ازاش دارم خدمتی براش میکنم باور دارید که خیلی از مسیحا هنوز اینجوری زندگی میکنن رابطه با خدا من خودم سال 1995 قلبم رو به مسیح دادم از سال 2000 شروع کردم به خدمت کردن به مسیح ولی الان یک سال خورده یه که دیگه احساس نمی کنم که یه خدمت گذارم چون که ما از بچگی توی سرمون میکنن که تو بنده خدایی تو بنده خدایی باید از خدا بترسی باید بری کار خوب انجام بدی کار خوبت این ور کار بدت این ور حالا شاید جاش برعکس باشه من نمیدونم خوب سنگینی این ور بکنه میری بهشت این وری سنگینی بکنه میری جهنم اینا همش تفکرهای خدمتگذاریه و خیلی وقتا ما اون تفکر گذشته خودمون رو با خودمون میاریم در مسیحیت مسیحیت یک مذهب نیست مذهب ما رو به اینجا میکشونه مسیحیت یک روش زندگی کردن مسیحیت یعنی افرادی که مثل مسیح زندگی میکنن مسیح فرزند بود چون که خدا رو به عنوان پدرش میشناخت اون فرزندی که توی اون خونه زندگی میکنه میدونه که هر چی که پدر داره من میتونم ازش استفاده کنم من یادم بچه کوچیکی بودم شاید 5 سالم بود تو خیابون بازی میکردیم و یه بار با یه پسر بزرگتر از سن و سال خودم میگم ده سال از من بزرگتر شد یه مقدار درگیر شدیم چاقو زد زیر بینیم یا زیر اینج... یادم نیست کجام زد یه جاییم زد به حال و من از پسش نمیتونستم بر بیام تنها کاری که تونستم بکنم این بود که فرار کردم اومدم توی گاراژ خونمون و داد زدم که آه بچه با فلانی بازی نکنید چون که چاقو کشه چاقو کش که من گفتم یه دفعه بابام در اومد از در خونه اومد بیرون رفت سراغ پسر منم با خودش برد یه دفعه بابام که اومد من شیر شدم میگه جلو پسر اینطوری ای را می رفتیم چون که می دونستم توانایی های پدر من الان توانایی های منه می دونستم که پدرم قدرت داره که این پسره را هر کار میخواد بکنه چون پسر هنوز جوان بود می دونستم که زورش بهش میرسه توانایی اون توانایی من شده بود در اون لحظه و میدونید توانایی زمانی که ما هویت فرزندی خودمون رو در خداوند پیدا بکنیم تمام توانایی ها تمام دارایی ها تمام خصوصیات تمام چیزهای نیکویی که خدا داره تمامش از آن ماه میدونید که خدا میاد پشت ما میایسته و هر کاری که او میتونه بکنه ما هم در نام او میتونیم بکنیم چون که او پدر ماست اینجا امروز کسی به شفا نیاز داره خدا شفات میتونه بده ولی قدم باید برداشت ایمان باید داشت که این شفا در آسمان نیست در جایی که خدا زندگی میکنه نیست در خونه پدر من نیست بنابراین در بدن منم نباید باشه آمین نمیدونم چرا بعضیا شفا میگیرن چرا نمیگیرن وارد این بحث هم امروز اصلا نمیخوایم بشیم ولی خواست و اراده خدا من ایمان دارم که شفاه آزادی راحتی آرامشه هر چقدر که ما خود هویت خودمون رو در خدا بیشتر برداریم و در اون بیشتر قدم برداریم شناختمون هم از این خدا بیشتر میشه و روح القدس میخواد این شناخت رو به ما بده روح القدس میخواد به ما کمک بکنه تا حقیقت هویت ما در خدا و همچنین حقیقت عمقهای شناخت نشده خدا رو برای ما باز بکنه چون که وعده کلام خداست چون که در اول قرنتیان دو ده ما میخونیم که چرا که روح همه چیز حتی اعماق خدا را نیز میکاود کی دوست داره پدر رو بشناسه بعد از روح القدس بخواهیم. و میدونید عمقهای ناشناخته خدا انقدر زیادن که هر چقدر هم بشناسی باز هم خدا چیزهای جدید برای شناخته شدن داره انقدر محبتش عمیقه که هرچی بشناسیم باز هم لازم داریم که بشناسیمش دومین چیزی که عیسی مسیح میدونست ماموریتش بود عیسی میدونست که ماموریتش چیه میدونست که ماموریتش اینه که برای تمام گناهان مردم خلقت انسانها و جونش رو بده و چند بار اشاره کردم ما هم تک تک ما هم معموریتی داریم یک ماموریت بزرگ داریم که میگه بروید و تمام جهان و همه ملت‌ها و مردم رو شاگردان من بسازید ولی هر کدوم از ما هم یه مأموریت خاص بهمون داده شده. یک مأموریت خاص قشنگ بریده شده مثل یک لباسی که تندوز شما باشه. خدا برای شخص شما آماده کرده. و زمانی که اون هویت، زمانی که اون شناخت رو از خدا داشته باشی اون موقع با کمال میل دوست داری که اون ماموریتت رو برای خود انجام بدی اون موقع دوست داری که هر چیزی که خدا میگه رو انجام بدی عیسی مسیح میخواست با تمام وجودش میخواست این حقیقت به انجام برسه حتی اگر بهایی که باید به خاطرش میپرداخت جونش بود چرا؟ چون که یقین داشت که نه مرگ نه زندگی نه فرشتگان و نه ریاست ها نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگری در تمام خلقت قادر نبود او را از محبت پدرش جدا کنه و همه این چیزهایی که گفتم برای تک تک ما گفته شده هیچ چیز قادر نیست که شما را از محبت پدرتون جدا بکنه و زمانی که در اراده او قدم بردارید هر بهایی هم که لازم باشه به پردازید از محبت خدا ولی جدا نمیشید شاید لازم باشه که خونت رو از دست بدی اما محبت خدا رو داری شاید لازم باشه که از خانوادت دور بشی ولی محبت خدا رو داری شاید لازم باشه که زمانت رو تمامش رو برای خدا بذاری ولی محبت خدا رو داری چون که هیچ چیز نمیتونه شما رو از محبت خدا جدا کنه حتی اگر که بگی خدایا من تو رو نمیخوام ولی محبت پدر از شما جدا نمیشه برگردیم به سوال اول آیا نمی ترسه که خدا تو رو هم قربانی بکنه؟ نه من دعا می کنم من دعا می کنم واقعا که خدایا چیزهایی که میخوای برات انجام بدم و نشونم بده و منو, بره منو به جایی برسون که حاضر باشم قربانی بدم نشون ب... منو به اون جایی برسون که هر چیزی که نشونم میدی قربانی براش بدم حتی اگر که لازم باشه جونم رو برای تو بدم چون که تو جونت رو اول برای من دادی من نمی ترسم چون که در محبت ترس نیست و خدا محبت است با دو تا سوال میخوام صحبت امروز تمام کنم سوال اول از کسایی که عیسی مسیح رو تا به حال به عنوان نجات دهندشون توی زندگیشون نپذیرفتن ولی امروز شنیدی که تو میتونی پسر یا دختر خدا باشی و میخوای پسر یا دختر خدا باشی میخوای با تمام تار و پود وجودت این پدر مهربونت رو ملاقات بکنی این خدایی که هیچ چیز نمیتونه محبتش رو از شما جدا کنه و میخوای با او آشنا بشی اگر که برای بار اول میخوای همچین تصمیمی بگیری که عیسی مسیح رو وارد زندگیت کنی تا در رو به سوی پدر باز کنی تا اینکه وارد زندگیت بشه و با تو یک رابطه خصوصی و شخصی داشته باشه میخوام که دستتون رو بلند کنید نمیدونم معمولا جلو میام بر لطف کنید جلو بیارید اگر کس دیگه جلو تشریف بیارید اگر کس دیگه ای هم هست همونطور که خواهرم در این پرستش گفت یه فرصت بسیار عالیه امروز که قلبمون رو به عیسی مسیح بسپاریم. چون که او فقط فکرهای خوب و نیکو بر ما داره فقط فکرهای سعادتمندی فکرهای سعادتمندی برات داره خدا را شکر، خدا رو شکر برای وجودتون و مرسی برای شهامتتون که جلو اومدید. بیایید همه با همدیگه سر پا بیسیم. یه دعایی من میکنم شما بعد از من تکرار کنید. <applause> پدر آسمانی با صدای بلند تکرار کنیم دعا رو. همه سالون با هم تکرار کنیم که عزیزانمون تنها نباشن. ای پدر آسمانی شکرت می کنم شکر به خاطر عیسی مسیح به, به خاطر قربانی که داد تا اینکه بتوانم, تا این که بتوانم با, تو با تو رابطه خصوصی داشته باشم و بتوانم, با بتوانم قلب, تو قلب تو را بچشم و ببینم, و ببینم که چه نیکویی اعتراف, اعتراف, اعتراف میکنم که گناه کردم و برای پاک شدن گناهانم پاک شدن به عیسی مسیح نیاز دارم قربانی او را میپذیرم می و درخواست میکنم می که مرا با خون عیسی بشوی, بشوی و گناهانم را پاک کنی, با با پاک کنی در نام عیسی مسیح در نام ایسای آمین. آمین. آمین یه دست بزنیم برای عزیزانمون <تصح> خوش اومدید به خانواده خدا خدا دوستتون داره برادرمون اطلاعات بیشتر میده سوال دوم از عزیزانی که مسیح رو میشناسن ولی نیاز داری به یک عمق جدید از لمس خدای پدر و ایمان دارم که خدا اینجاست روح خدا اینجاست در بین ما داره میخرامه و امروز میخواد لمستون بکنه حتی چند نفر رو من میبینم که به طور خاص توی دلشون دارن یک احساسی میکنن قلبشون تون میتپه یه احساسی میکنن شاید حس مثل دلهوره باشه ولی توی سینت یه اتفاقی داره میفته اون خداست که داره با قلب شما کار میکنه خدا نشون داد امروز بهم که ادهی شاید اینجا باشن که مشکلات قلبی داشته باشن خدا میخواد لمس کنه قلبت رو خدا میخواد قلبت رو لمس کنه و شفای خودش رو جاری بکنه این قلبی میبینم که خیلی تند داره میتپه کسی که تپش قلب داره اینجا هست کسی مشکل تپش قلب داشته باشه اگر کسی هست میتونه جلو بیاد یه نفر رو هم دیدم که تو دل و رودش مشکل داره شما بیا جلو جان آره بیا جلو خدا میخواد شما انتخابش کردی خدا هم میخواد چیز هدیه جدید بهت بده یه نفرم دیدم که تو دل و رودش مشکل داره نمیدونم کسی اینجا مشکل دل و روده شاید سرطان باشه خدا میخواد شفا بده در نام عیسی مسیح دعا میکنم برادرم که خدا تپش قلبت رو زربان قلبت رو آروم بکنه در نام عیسی مسیح دعا میکنم که آرامش خودت رو در حضور تو بریزه و دعا میکنم که با قدرت و قوت خداوند الان لمس بشی و شفای او رو در قلبت بچشی دریافت کن شفای خدا رو که مثل یک روغن داغ داره از سرت داخل میره به قلبت در نام عیسی مسیح دعا میکنم که این تپش قلب آروم بشه خداوند هللویا 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 خداوند عزیز دعا میکنم برای تک تک کسایی که لمس عمیق میخوان در نام عیسی مسیح دعا میکنم برای خواهرم ای خداوند بریز خدای عزیز بریز خداوند شفای خودت رو بریز شفای خودت رو بریز خار میبینم که خدا قلب شما رو توی دوتا دستش گرفته و داره آرومش میکنه داره آرومش میکنه لمس خدا رو بپذیر حاللویا میشه دستتون رو روی قلبتون بذارید در نام عیسی مسیح دعا میکنم خداوند که الان شفای تو جاری بشه شفای خودت رو جاری کن خداوند شفای خودت رو جاری بکن و Hallelujah, hallelujah. در نام میخوام تمامی کسایی که جوابشون به سوال من بله بود که یعنی میخوان لمس عمیقتر خدا رو تجربه کنم میخوام که دو تا دستتون رو به سمبولیک روی قلبتون بذارید دست گذاشتن روی قلب چیزی رو عوض نمیکنه فقط میخوام نشونه ای باشه که یعنی پدر من هم میخوام اگر دوست داری میتونی سر پا بشینی اگه دوست داری میتونی سر پا بیستی اگه بخوای میتونی بشینیم ولی خدا میخواد قلب ها رو لمس کنه خدا میخواد وجود و حضور خودش رو توی قلب هاتون بریزه خدا میخواد یک لمس عمیق بریزه هللویا در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم که با حضور خودت بیای با حضور خودت بیای خداوند و قلب های ما رو لمس کن خداوند قلب های ما رو لمس کن خداوند با اون محبت پدرانه خودت لمسمون کن با محبت پدرانه خودت لمسمون کن پدر ای خداوند بگذار که این محبت رو بچشیم خدای عزیز بگذار این محبت تو رو بچشیم خدای عزیز بگذار محبت تو رو بچشیم خداوند عزیز یک آقایی رو میبینم که تنها بزرگ شده و خیلی وقتها احساس انزوا و تنهایی میکنی حتی اگر دورت پر از آدم باشه باز هم احساس تنهایی میکنی ولی خدا داره میاد کنارت و این زمانهای تنهایی تو رو میخواد تبدیل بکنه به زمانهای پرجلال زمانهایی که در کنارت میاد قرار میگیره و تو رو لمس میکنه و پرت میکنه از حضور خودش در نام عیسی مسیح فرمان میدم به تمام احساسات تنهایی و انزوا که از زندگی ها بیرون برن و به جای اون احساس با تو بودن بیاده ای پدر عزیز دعا میکنم خداوند که تجربه های شیرینی خداوند بتونیم داشته باشیم با تو که پدر ما هستی خداوند تا بتونیم بچشیم و ببینیم که چقدر نیکو هستی خداوند قلبت رو میخواد لمس بکنه بعضی ها رو میبینم که احساس میکنن یه چیز گرمی داره وارد و بدنتون میشه اون خداست اون احساس گرمی که میکنی روح مقدس خداست که داره میاد و لمسی از محبت میکنته این گرما محبت خداه بچش و ببین که چقدر نیکوست بچش و ببین که چقدر نیکوست بچش و ببین که خدا چقدر نیکوست در پایان میخوام که همه با همدیگه دو تا آیه رو با همدیگه تکرار کنیم و اعلان کنیم روی زمین تا در آسمان ها هم اعلان بشه و برقرار بشه تا اینکه هیچ وقت دیگه اینو یادمون نره اماده این با همدیگه با صدای بلند حجوم میخوایم ببریم با آسمون زیرا یقین دارم, زیرا یقین دارم. که نه مرگ و نه زندگی نه فرشتگان و نه ریاست ها نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نیست که مرا از محبت پدرم جدا سازد آمین خدا برکتتون بده